ثروت با هزینه های گزاف از بین می رود، اما علم با انفاق خالصتر و پاکتر می شود. ناخالصی ها و اشتباه برطرف می گردد و عالم عالمتر. درود بر همه دوستان و عزیزان دل. عرض ارادت دارم خدمت همه شما. رضا ابراهیمی هستم. دوستان گرامی، در رابطه با جوغن مطالب تا دلتون بخواد شنیدید، تا دلتون بخواد، این مطالب رو خدمتون عرض میکنم و شک ندارم که مطالبی که عنوان میکنم دست اول هست و مطمئنن به کارتون میاد، خصوصا ما ایرانی ها که جوغن دوست هستیم و جوغن رو به محضی که میبینیم گل از گلمون میشکافه و فکر میکنیم که دقیقا همینجا دیگه دفینه است. اما بریم سراغ بهترین جوغن یا کاس سنگ و بدترین جوغن یا کاس سنگ. چه جوغنی بهترینه، چه جوغنی بدترین و به درد نخورترینه. حدوداً 20 نوع جوغن با 20 نوع جوغن با 20 نوع کاربری تا الان مشخص شده و مطمئناً بیشتر از این هم مشخص خواهد شد، خصوصاً با اساتید مجازی مطمئناً این 20 نوع به 200 نوع هم خواهد رسید. اما معمولاً کاربرد اصلی جوغن قبر، مقبره است، همون مورد چهار عنصر آب و باد و خاک و آتش که آب و باد و خاک هست، آتش نیست، و خدمتون عرض بشه که سنگی رو می تراشیدن و درون اون روغن حیوانی می ریختن، آتشی رو روشن می کردن تا اون عزیز از دست رفته اون چهار عنصر حیاتی رو داشته باشه. اما خدمتون عرض بشه که خیلی نمیخوام روی این قسمت منوف بدم، اما جوغنی بی ارزشی که بی ریخت باشه، جوغنی بی ارزش نداره که جوغنش جالب نباشه، صاف و صیقلی نباشه، به نوعی وقت خیلی روش نگذاشته باشن، جوغنی که خوشتراش نباشه، صاف و صیقلی نباشه، روی یک سنگ بد ترکیب جوغنش هم بد ترکیب باشه، اون جوغن اصلا به بار و دفینه ارتباط نداره و اون جوغن کاربردیه و به اون جوغن نگاه نکنید. چرا؟ چون برای یک کار دیگه ای ساختن و سریع هم ساختن تا کارشون را بیفته و بذارن برن. برای دفینه، دوستان گرامی، جوغن در دیواره صاف، بسیار صاف، صیقلی مثل آینه و خوشتراش با ظرافت زیبا، روی اون جوغن ها وقت بگذارید. حتی اگر هزاران سال از ساخت این جوغن گذشته باشه، اما جوغنی که برای دفینه انتخاب شده سنگش به قدری محکم هست که اون صاف و صیقلی و با ظرافت بودن و خوشتراش بودنش بر روی سنگ حفظ شده و میشه و خواهد شد. پس جوغنهای بد ترکیب و زشت رو اصلا بهش نگاه نکنید و وقت هم نگذارید. اما چه جوغنی مهمه؟ جوغنی که در داخل غار باشه. جوغنهای داخل غار مهمه. جوغن در دیواره چاه در مکان نامی. اینهایی که عرض میکنم همشون مکان نامی، اولش خودتون بگذارید دیگه من نگم. جوغنی که در آتشکده باشه. جوغنی که در اطراف سنگ سیاه باشه. ببینید، ما سنگهای رنگی داریم، سنگ سیاه، سنگهای رنگیمون با ارزشترین سیاه، سرخ، خدمتتون عرض بشه، سفید و زرد. پس جوغنی که در روی سنگ سیاه یا در پیرامون سنگ سیاه باشه، مطمئن باشید که ارزشمنده. جوغن در داخل قبرستان نامی ارزشمنده.
جوغن روی سنگ مردشور ارزشمنده، جوغن روی سنگ هرم ارزشمنده، جوغنی که در روبروی قلعه باشه، جوغنی که در روبروی برجک باشه، جوغنی که در دره نامی باشه، جوغنی که در محیط کوهستان باشه، ابعادش بزرگ باشه، عمقش بیشتر از 20 سانتی متر باشه، اون جوغن ارزشمنده. اما یک مطلب دیگه بگم و تمام. معمولا ما وقتی سه تا جوغن کنار هم دیگه میبینیم، اولین چیزی که به ذهن ما متبادر میشه و به شخص بغل دستیمون میگیم، میگیم اینجا سه تا قبره. اصلا اینطور نیست. وقتی سه تا قبر دیدید فکر نکنید سه تا جوغن دیدید فکر نکنید سه تا قبره، شش تا جوغن دیدید فکر نکنید شش تا قبره. ممکنه در اون اطراف اگر سه تا جوغن دارید، سه تا سنگ در فواصل خاص در اون اطراف باشه. ممکنه اگر شما شش تا جوغن دارید، شش تا سنگ به عنوان سنگ شاخص در اون اطراف با فواصل معین در اون اطراف باشه. پس به این میگن سنگ نوشته یا جوغنی که ارتباط به، عرض کردم، اون قبر و مقبره ارزشمند نداره. پس دوستان گرامی در رابطه با جوغن حساسیت خاص داشته باشید. ما پکیج جوغن رو برای دوستانی که اهل مطالعه هستند، پکیج کامل جوغن شناسی رو به صورت PDF با قیمت بسیار بسیار ارزون تهیه و تدارک دیدیم براتون، از طریق واتساپ ارسال میشه خدمت شما و میتونید تمامی قواعد جوغن رو داشته باشید. حتی کتابی رو داریم به نام بانک جوغن، جوغن شناسی و انواع جوغن ها که به صورت یک پکیج 5 6 7 8 تا کتاب، حالا همه اینها جمع‌آوری و گردآوری شده، به صورت PDF تهیه و تنظیم شده و برای اینکه خیلی سریع‌تر به دستتون برسه میتونید پیام بدید به واتساپ. دوستان تماس نگیرید، مصرانه خواهش میکنم تماس نگیرید، پیام بدید واتساپ، ادمین محترم حتما مطالب لازم رو خدمتون ارائه خواهند داد. و کتاب به صورت کاغذی نیست، PDF هست. این کتاب رو از طریق واتساپ خدمتتون ارسال میکنه، نیاز به پست نیست، نیاز به دادن آدرس نیست. کتاب، عرض کردم، به صورت PDF هست. داخل پرانتز برای اون دسته از دوستانی که نمیدونن PDF چی هست، به صورت حجمی از طریق واتساپ ارسال بشه خدمتتون و کتاب رو میتونید از طریق خود گوشیتون بخونید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. کوچیک بزرگی همه شما، رضا ابراهیمی هستم. دعای همیشه، امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای شما خوبان. حق نگهدار.